قربانیان بیگناه. در اعماق اقیانوس آرام اکوسیستم شگفت‌انگیزی به نام صخره‌های مرجانی وجود داره. این صخره‌ها خانه 25% از موجودات دریایی به حساب میان. اما این بهشت زیر آب در خطر جدی قرار داره. آلودگی پلاستیک در حال خفه کردن صخره‌های مرجانی و از بین بردن این گنجینه طبیعیه. آلودگی پلاستیک قسمت دوم. لاک‌پشته دریایی موجودات باشکوهی هستند که قرن‌هاست در اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند. اونها به طور فزاینده‌ای در حال بلعیدن اشتباه پلاستیک‌ها به جای غذا هستند. این امر منجر به مسمومیت، انسداد روده و در نهایت مرگ اونها میشه. پرندگان دریایی نقش مهمی در اکوسیستم‌های دریایی ایفا می‌کنند. اونها ماهی می‌گیرند، لاشه‌ها را از بین می‌برند و مواد مغذی را پخش می‌کنند. اما آلودگی پلاستیک اونها را هم تحت تأثیر قرار داده. پرندگان دریایی به طور فزاینده پلاستیک را با غذا اشتباه می‌گیرند و اون را به جوجه‌های خود می‌دهند. مرگ و میر ناشی از این تراژدی سخت موجب شده تا گونه های زیادی در خطر انقراض قرار بگیرند. آلودگی پلاستیک به طرز وحشتناکی بر حیوانات بیگناه در سراسر جهان تأثیر میذاره. موجودات زیبایی که قربانی بیمسئولیتی ما شدند. آلودگی پلاستیک نه تنها حیات وحش رو تهدید میکنه، بلکه سلامت و رفاه انسانها رو هم به خطر میندازه. جوامع ساحلی در سراسر جهان به طور نامتناسبی تحت تأثیر این مشکل قرار گرفتند. ما تو اینجا هیچ انتخابی نداریم. ما در میون پلاستیک زندگی میکنیم. اونو میخوریم، تنفس میکنیم و روی اون راه میریم. این باعث بیماری، مشکلات تنفسی و مرگ ما میشه و ما از اون آگاهیم. میکروپلاستیک ها از طریق غذا، آب و هوا وارد بدن انسان میشن. همونطور که در قسمت قبل اشاره شد، این امر میتونه منجر به طیف وسیعی از مشکلات سلامتی از جمله سرطان، مشکلات تولید مثل و اختلالات رشدی بشه. آلودگی پلاستیک بحران بهداشتی جهانیه. در حال حاضر ما فقط در حال شروع به درک اثرات مخرب اون روی سلامتی انسان هستیم. جوامع در سراسر جهان در حال اقدام برای مقابله با آلودگی پلاستیک هستند. اونها در حال پاکسازی محیط زیست، آموزش مردم و توسعه راه حل‌های پایدارند. ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا دولت‌ها یا شرکت‌ها اقدامی کنن. هر کدوم از ما میتونیم با اقدامات کوچیک خودمون توی حل این مشکل تفاوت ایجاد کنیم. خب بیایید در ادامه با هم به یک مکان توریستی سفر کنیم. جزیره‌ای زیبا مملو از منابع طبیعی باور نکردنی که روح تازه‌ای به ملاقات کننده های خودش میده. مردم گردشگری که به اینجا میان روز خودشونو با پیاده روی در ساحل، شنا تو دریا و آفتاب گرفتن آغاز میکنند. بعد از ظهر میتونن از میون مغازه های سوغاتی فروشی و رستوران های کنار ساحل بگردند یا به گشت و گذار با قایق بپردازن. در شب هم میتونن در یکی از ساحل‌های خلوت زیر آسمون پرستاره دراز بکشن و به موسیقی دریا گوش کنند. یا به تماشای غروب خورشید بشینن و بر فراز اقیانوس ذهن خودشونو به پرواز در بیارن. اکثر مردم در این روستا در صنعت گردشگری مشغول بکارن. اونها در مسافرخونه ها، رستوران ها، مغازه ها و شرکت های تولیدی کار می کنند. برخی از مردم نیز ماهیگیر یا کشاورزند. این روستا تو فصل های شلوغ با ازدحام جمعیت روبرو می شه. زباله هایی که گردشگرها تولید می کنند باید جمع‌آوری و به روش های درستی بازیافت بشه. اما در مکان هایی که به خاطر حفظ بکری منطقه تکنولوژی به شکل تمام و کمال وارد نشده، مناظر بهشتگونه ی اون به مرور و با آرامی به تصویری زشت و آخر و زمانی تغییر شکل میده.
تنها راه برای امهای زباله های بجا مونده از گردشگرها سوزاندن اونهاست که همین کار گازهای سرطانزای زیادی رو در هوا پخش میکنه. در جزیره‌ای مثل اینجا خاک کردن زباله هم اصلا منطقی به نظر نمیرسه. محیط محدود و دسترسی سفره‌های زیرزمینی جزیره به آب‌های دریا این عملو به یک بمب ساعتی تبدیل می‌کنه که خیلی آروم سلامت بومیانو به خطر می‌اندازه و موجب نابودی حتمی زیست بوم منطقه میشه. این یک تصویر تخیلی از یک جزیره خیالی نیست. چشماتونو خوب باز کنید. این اتفاقیه که هر روز در اطراف ما در حال رخ دادنه. حل مشکل آلودگی پلاستیک به تلاش‌های جمعی در سطوح مختلف نیاز داره. دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد همگی باید نقش خودشونو به درستی ایفا کنن. در زمینه نقش فردی میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم. کاهش مصرف پلاستیک. استفاده کمتر از پلاستیک در زندگی روزمره مثل رو آوردن به کیسه‌های خرید پارچه‌ای، استفاده از بطری‌های آب قابل استفاده مجدد و اجتناب از محصولات بسته‌بندی شده با پلاستیک میتونه نتیجه چشمگیری در این روند داشته باشه. بازیافت پلاستیک راحت‌ترین و به صرفه‌ترین راه برای کنترل این بحران تلقی میشه. انتخاب مواد جایگزین پلاستیک مثل مواد قابل کمپوست بسیار مفیده. درباره این مورد در مجموعه های بعدی به صورت کامل تر صحبت خواهیم کرد. حمایت از کسب و کارهایی که از مواد جایگزین پلاستیک و شیوه های تولید پایدار استفاده می کنند می تونه شیوه اقتصادی جدید و که منطبق تر با مسائل زیست محیطیه به وجود بیاره. آموزش دیگران در مورد مشکل آلودگی پلاستیک و تشویق اونا به اقدام نه تنها دخالت در امور شخصی دیگران به حساب نمیاد، بلکه میتونه مسیر کم هزینه‌ای برای هدایت افراد بی‌توجه به محیط زیست قلمداد بشه. هر اقدام هر چقدرم کوچیک باشه میتونه به ایجاد تفاوت کمک کنه. با هم میتونیم سیاره خودمون رو از آلودگی پلاستیک نجات بدیم و آینده پایدارتر برای نسل‌های آینده بسازیم. در قسمت‌های آینده به جوانب و راهکارهای دیگه‌ای برای کنترل این بحران همه‌گیر می‌پردازیم. برای ادامه صفحه WSOS رو دنبال کنید.